درود بر شما مخاطبان پادکست های اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان. این حزب از آغاز سال 2024 تهیه این سری برنامه ها رو آغاز کرده و تا کنون کوشش ما این بوده تا مجموعی از مفهوم واژه ها رو بیافرینیم که بشه اونا رو برای بررسی حوادث دوران 100 ساله اخیر تاریخ کشورمون به کار بود. در این برنامه هم ابتدا سخن دکتر اسماعیل نوریالا رو میشنویم و پس از اون همراه با خود ایشون به اتاق هماندیشی اعضای داوطلب حزب میریم تا از پرسش ها و نظرات اونا آگاه بشیم. با ما باشید. درود بر شما. اجازه بدید قبل از شروع بحث امروز یه بازدیدی داشته باشیم از آنچه تا کنون در 13 قسمت اول این سری جدید از برنامه هامون انجام دادیم. ما نخست چندین برنامه رو به مفهوم و کارکرد مرز اختصاص دادیم و گفتیم که انسان قادره که با ترسیم مرزهای واقعی یا خیالی یا قراردادی جهان رو تکه تکه کنه و به هر تکه نامی بده و از طریق این تکه تکه کردن مقدمات پیدایش زبان رو فراهم بکنه. بعد به گروه های حاضر در دو سوی هر مرزی پرداختیم و نشون دادیم که چگونه قرار داشتن در دو سوی یک مرز ده ها مفهوم جدید رو خلق میکنه. از همسایگی و روابط بین همسایه ها بگیریم تا مفاهیمی مثل بیگانه و بیگانه. بعدش به این پرداختیم که گروه های انسانی قرار گرفته در دو سوی مرز تنها جمع جبری افراد رو تشکیل نمیدن، بلکه قرار گرفتنشون یه مفهوم های جدیدی مثل اجتماع و جامعه رو میآفرینه و در توضیح این اجتماع یا جامعه اول مختصری درباره مفهوم و تعریف سیستم ها از اتومبیل گرفته تا تأسیسات اجتماعی حرف زدیم و گفتیم که جوامع خودشون به سیستم های اجتماعی گوناگونی تقسیم میشن که گروه های انسانی در واقع در داخل اونها قرار میگیرن. بعد به این مطلب پرداختیم که سیستم های اجتماعی خودشون به دو نوع تقسیم میشن، یکی سازمان‌های اجتماعی که برای مقاصد محدود و تعریف شده‌ای به وجود میان و یکی هم نهادهای اجتماعی که دارای مقاصد و کارکردهای وسیعی هستند و برخلاف سازمان‌های اجتماعی در برابر تغییر به شدت مقاومت میکنن. سخن آخرمون هم این بودش که سازمان‌های اجتماعی به راحتی قابل انحلالن، اما نهادهای اجتماعی را خیلی سخت و دیر میشه منحل کرد. حالا امروز میخوام اندکی درباره اجتماع و جامعه رو کنار بگذارم و بپردازم به یک فرد انسانی که وجود متکثرش موجب پیدایش گروه ها، زبان ها، فرهنگ ها، سازمان ها، نهاد ها و مجموعاً جوامع بشری میشه، تا ببینیم که در مورد یک فرد انسانی چی میشه گفت و چگونه باید بسیاری از مطالب اجتماعی رو از دل ویژگی های واحد های سازنده شون یعنی افراد بیرون کشید. یعنی میخوایم بدونیم که اون فرد انسانی که بین خودش و محیط و اطرافش مرز میکشه و میگه من و با گفتن من منفرد میشه و بعد زبون رو از طریق همین مرزکشی میسازه و جامعه و سیستم های اجتماعی رو به وجود میاره، خودش به عنوان سازمان ها و نهادهای اجتماعی عضویت اونها رو میپذیره، با جهان اطرافش چطوری تعامل میکنه و چگونه قادره که مرزکشی بکنه، نامگذاری بکنه، جامعه و سازمان ها و نهادهای اون رو به وجود بیاره و به طور کلی
صاحب شناختی از جهان بیرونش بشه که شامل جهان بینیش، دانشش، علمش، همه اینها میشه. اما توجه کنید که وقتی از اون موجودی که انسان نام داره حرف میزنیم، یعنی موجودی که مرز رو میفهمه، تقسیمات اجتماعی رو درک میکنه و به شناخت جهان و جامعه و خودش نائل میشه، در واقع و قبل از هر چیز داریم درباره مغز اون صحبت میکنیم که محل درک و تفکر و تخیل و ادراک و جهانبینی و دانش و علم و شناخت اوست. بقیه اعضای بدن در اختیار این مغزند، سر به فرمان این مغز هستند و او رو زنده نگه میدارن. اما این مغز متاسفانه خودش نمیتونه بدون واسطه با جهان اطراف رابطه پیدا کنه، اونو بشناسه، تصمیم به دخل و تصرف در اون بکنه. چرا؟ چون مغز زندانی یک اتاقی با دیوارهای سخته که جمجمه نام داره و تنها از طریق واسطه هایی به شناخت جهان بیرون از خودش دست پیدا میکنه. این فاصله ها چی هن؟ ما به مجموع آنها میگیم حواس پنجگانه که عبارتند از وسائلی برای دیدن، بوییدن، چشیدن، شنیدن و لمس کردن. و میدونیم که مغز در تاریخانه جمجمه به مدد این حواس تصاویری از جهان اطراف رو به درون میکشه، به درون خودش میکشه و جهان رو به مدد اونها میشناسه. اما توجه کنیم که رابطه محیط، حواس و مغز تازه تنها شروع یک روند پیچیده است که طی اون تصاویر جهان خارج وارد مغز میشن و تازه پس از طی روند پیچیده‌ای به شناخت انسان از جهان می انجامند. و بنابراین شناخت ما در ارتباط با این روند هست که شکل میگیره. اما توجه کنید که منظور من از تصویر در اینجا لزوماً عکس یا تصویر واقعی نیست، بلکه ما برای سهولت کارمون اسم اون چی رو که از طریق حواس به مغز ما میرسه میگیم تصویر. حال میتونه اون خبر نتیجه لمس باشه، یا شنیدن باشه، یا بوییدن باشه، یا چشیدن باشه و بالاخره دیدن. در زبان علمی به جای تصویر بیشتر میگیم خبر، یا دقیقتر میگیم حس. حس در واقع اون سیگنال یا موجیه که حواس ما به عنوان خبر و برداشت از چیزی خارج از مغز ما به داخل مغز ما مخابره میکنه. در مورد این مخابره توجه داشته باشید که فرق حواس انسان با دوربین یا میکروفون که هر دوتاشون امتداد دوتا حس بینایی و شنوایی ما هستند، اونه که تصویر و صدا همونطوری که هستند به دوربین یا بلندگو مخابره میشن. اما همین تصویر و صدا به محض ورود به مغز واکنشی رو در مغز برمی‌انگیزند و با اون جفت میشن. اون واکنش رو بهش میگیم عاطفه. یعنی حس خالص از طریق حواس نمیتونه به مرکز مغز برسه، بلکه اول با عاطفه‌ای که مغز ما نسبت به اون حس برانگیخته در میآمیزه و در نتیجه هر آنچه به مرکز مغز ما میرسه یه موجود ترکیبیه. عاطفه های ما چی هن؟ که ما این رو به عنوان واکنشی در مقابل حس های رسیده ازشون یاد میکنیم. شادی، غم، ترس، لذت، سوزش، بلند و کوتاهی، نابهنجاری، سردی و گرمی، نرمی و زبری، همه عاطفه های ما هستن که به محض ورود یک حس به مغزمون خودشو بهش میچسبونن و تجربه های حسی ما رو به تجربه های خوشایند و ناخوشایند تقسیم میکنن. تازه مغز ما به این ملغمه حس و عاطفه
یه برچسب دیگه هم میچسبونه که اون ناشی از ساختمان طبیعی مغز بشره و در واقع در دی ان ای او وجود داره و اهل علم اون رو علیت میخونن. یعنی مغز ما بر اساس ساختمان طبیعی خودش بر اساس علیت کار میکنه. و علیت چیه؟ بدون توجه علت هیچ معلولی اتفاق نمیفته یا به وجود نمیاد. این اون علمیه که از همون ابتدا در وجود کودک انسان کار گذاشته میشه و منطقه ملغمه حس و عاطفه همراه با علت وجودی به قسمت درک کننده مغز میرسه و حس آمده از بیرون تبدیل به درک میشه. درک اتفاقی که در بیرون مغز افتاده و خبرش به مرکز ادراکی مغز ما رسیده و مغز ما تازه این ملغمه رو درک میکنه. پس فرق حس با درک در اینه که حس خلوص تجربی داره، اما درک ما دیگه خلوص نداره، بلکه حس و عاطفه و علیت در هم آمیخته شده اند و ما اون رو درک میکنیم. حالا باید دید قدم بعدی چیه. فرض کنید در محیط اطراف ما یه تیری از تفنگ شلیک میشه. ما صدای شلیک شدن تیر رو میشنویم، اما این خبر بلافاصله با یه نوعی از عاطفه ما در میآمیزه. میترسیم، نگران میشیم، کنجکاو میشیم و عرض کنم که بعد اینها در این حال ما متوجه میشیم که در بیرون یه همچین اتفاقی افتاده. علت وجودی این صدایی که ما به مغز ما رسیده در بیرون چی هست و بعد این مجموعه میاد به مرکز مغز ما و درک میشه. نکته دیگه اینه که اون چی که ما درک میکنیم نابود نمیشه، بلکه مغز اون رو به قسمت یه دیگری میفرسته که حافظه نام داره. حافظه همون بایگانی و آرشیو تجربه هاییست که انسان رو در برخورد با محیط درک میکنه. من فکر میکنم بهتره که در برنامه کنونی در همین اتاق آرشیو یا بایگانی توقف کنیم و به راه پیمایی خودمون ادامه ندیم. اما در برنامه بعدی میتونیم ما به محصول کار مغز و درهای خروجیش که به صورت واکنش انسان نسبت به محیط و تجربه های اتفاق افتاده در اون صورت میگیره بپردازیم. یعنی فعلا بریم ببینیم که هموندان ما در اتاق هماندیشی حزبمون در مورد آنچه که گفتم چه نظری دارند و بعد برنامه های بعدی رو در ادامه این کار بسازیم. من دو تا مطلب دارم. یکیش فکر می‌کنم بیشتر به سوال مطرح میشه در آخر که امیدوارم شما پاسخ بدین، و اولیش این هست که در تکمیل فرمایشات حضرت عالی، اینکه یک بحث علت و معلولی و اینکه بدن و فکر انسان‌ها به طور اتوماتیک دنبال این قضیه هست، حتی در تمامی حیوانات هم دیده میشه این قضیه که شما میبینید اغلب حیوانات رو میتونن از طریق اعمال شرطی آموزش بدن. یعنی اون حیوان تشخیص میده که اگر این کار رو انجام داده یه اتفاق بعدی بعدش افتاده و این علت و معلول باعث شده که این یاد بگیره. به طور مثال اگر این توپ رو با پاش بزنه بهش جایزه مثلا شکلات میدن. این اینجوری یاد میگیره که این علت اون شکلات هست، پس من این کار رو انجام میدم. و این تو بدن انسان هم قطعا وجود داره. اما یه بخشی که من دوست داشتم راجبش صحبت کنم و الان میخوام مطرح کنم این هستش که این ذهن انسان از وقتی که بچه به دنیا میاد عملا مثل یک لوح خامی هستش که هیچ داده‌ای و اطلاعاتی درش وجود نداره. و زمانی که شما شروع به رشد میکنین، کم کم در هر دوره ای از رشد و نمو بهتون که قرار میگیرین، این اطلاعات هی کاملتر میشه
و بر اساس اطلاعاتی که از جامعه داریم میگیریم، یا اصطلاحا ما بهش میگیم آموزش داریم میبینیم، این واکنش مغز انسان تغییر میکنه. یعنی همونطور که آقای دکتر فرمودن، خبری که وارد مغز میشه قرار پروسس بشه، بهش یک سری ملغمه های عاطفی و احساسیش اضافه بشه، علت و معلولش بررسی بشه و نهایتا تبدیل بشه به واکنشی که اون شخص نشون میده نسبت به اون خبر. اما این اهمیت اینجا اهمیت آموزش هست که افرادی که توی یک جامعه تحت آموزش قرار میگیرن و بزرگ میشن، واکنش ها و تغییراتی که رو خبر براشون اتفاق میفته خیلی متفاوت هست با یک جامعه دیگه. بیشتر من تمرکز سخنم دوست دارم بره سمت اینکه شما تصور کنید بچه های معصوم ما توی ایران مدام توی مدرسه، که وقتی ذهنشون باید آمادگی و آموزش اینو بگیره که تحلیلگر بشن، اینکه اطلاعات رو به خوبی بتونن بررسی کنن، سوالگر بشن، پرسشگر بشن راجع به اتفاقاتی که میفته، ما رو با یه نظام آموزشی غلط محدود کردن، همه چی رو باید به زور حفظ کنی، این چیزی که اینها میگن حتما درسته، یه بخش زیادی از آموزش های بی مصرف مذهبی رو وارد مغز بچه های ایران میکنن، و در مقابل وقتی شما میایید آموزش های از دبستان و کودکستان داخل کشورهای پیشرفته و معمولی رو نگاه میکنید، میبینید که چقدر تو اونجا ابراز محبت کردن یاد میگیرن، چقدر منطقی فکر کردن یاد میگیرن، و این آموزش ها مستقیما روی اون فراوری و پروسس که در مغز روی اطلاعات ورودی بعدی که بهش میرسه تأثیر مستقیم داره. حالا این آموزش قطعا تا سالها ادامه داره، حتی شما میبینید که خب آدم تو 40-50-60 سالگی هم چیزهای جدید یاد میگیره. این یاد گرفتن یعنی اینکه من مغزم تغییر کرده و نسبت به اخباری که الان داره بهش میرسه یک واکنش دیگه ای داره نشون میده نسبت به اون چیزی که 20 سال پیش نشون میداده. و این بحث آموزش فکر کنم خیلی مهم هست و شاید دکتر بتونن یکم بازتر کنن این قضیه رو. و سوالی هم میخواستم مطرح کنم در انتهای صحبتم این هست که شما از آقای دکتر از پنچس واقعی صحبت کردین، ولی عموما یک حس شیشم هم ازش همیشه صحبت میشه، بیشتر شاید بحث روانشناسی داشته باشه این حس شیشم. واسه میرم نظرتون چیه؟ اعتقاد دارین به وجود حس شیشم یا نه؟ من برداشت خودم شخصا اینه که حس شیشم یک شناخت عجیبه که آدم از شرایط موجود یک جنبندی انجام میده و یک ظنی به ذهنش وارد میشه که یه اتفاقی قراره بیفته، یا از این شرایط یک برداشتی میکنه که یک کاری داره صورت میگیره. من همچین برداشتی دارم. من نمیدونم شما نظرتون چی راجع به حس شیشم، اعتقاد داری بهش اصلا یا نه؟ اگر هست چیه پشت حس شیشم، چی میتونه باشه؟ ممنونم. والا اگر که آدم معتقد به علم باشه، علم هنوز حس ششم رو نپذیرفته، ثابت نکرده. اما اگر که به وقایعی که در زندگی انسان رخ میده و تجربه های شخصی برگردیم، بعضی وقتا یه اتفاقاتی میفته که آدم فکر میکنه که باید حس ششمی باشه و الان نمیشد. مثلا من یادمه که یکی از اقوام ما وقتی که در انگلیس زندگی میکردیم با هم رفته بودیم به سینما، داشتیم فیلم نگاه میکردیم و یکو این شخص گفتش که من الان برادرم مرد، بریم خونه. و آمدیم خونه، تلفن کردیم تهران، دیدیم بله برادرم موقع مرده. حالا این حس شیشون بوده چی بوده من نمیدونم. بنابراین در تجربه آدم میتونه خیلی مثالا برای وقایعی که پیش آمده که یه همچین چیزی هست، ولی من میگم که چون ذهن ما بر اساس علت و معلولی ساخته شده، من باید یه علتی برای این اتفاقی که
مشاهدش کردم پیدا بکنم، چون پیدا نمی کنم فعلا میگم این حس ششمه. حالا چیه من نمیدونم، اصلا نه در تخصص منه نه در اطلاعات منه. در اصل کار مرز، کار مغز انسان هم مرزبندی کردنه و این مرزبندی ها برمیگرده، یه سریش حالا غریزه‌ایه یه سریش طبیعیه، یعنی با اون به وسیله اون پنج حواس آگاهی ها رو میگیره و اینا رو مرزبندی میکنه، بایگانی میکنه. حالا این علت و معلول، درک این علت و معلول تا حدی برمیگرده به اون آموزه هایی که یک کودک از زمانی که به اصطلاح با محیط دوروبرش آشنا میشه و اون پایه های ذهنی رو برای خودش میذاره، ممکنه درک این علت و رسیدن به اون معلولش ممکنه اشتباه باشه، یعنی بر اساس یک سری آموخته هایی باشه که بهش میگن اینجوریه، حالا درست غلطش رو ما نمیدونیم، ما اینجوری یاد گرفتیم، تو هم باید یاد بگیری. اینجا من فکر کنم میرسیم، یعنی اگه اجازه داشته باشم میرسیم به بحث دوگماتیسم که چگونه ذهن انسان یک ذهن دوگم میشه و از مسئله علت و معلولی که شما فرمودید علت و اشتباه میبینه و به معلول اشتباهی هم میرسه، چون در اصل این همون واقعیت ناشناخته است که انسان به خاطر اون آموزه های غلطش حقیقتی رو برای خودش درست میکنه و اونو به صورت واقعیت میبینه. اینو من اسمشو یعنی میبرمش تو اون بخش دوگماتیسم. حالا تا به اینجا بگیم دیگه، بیشتر از این نگم، شاید بتخواییم وارد بحثایی بشیم که در آینده میگیم. سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون آقای شهرام عباسپور. بفرمایید. ممنونم. خدمتتون عرض کنم من فکر میکنم که ما مطلب شما رو به صورتی درک کردیم که شاید هر کدوم از من یا دوستان دیگه تقریبا هممون یه چیزی میگیم ولی هر کدوم شاید به زبون خودمون. خدمتتون عرض کنم منم داشتم به این فکر میکردم که یه سری از این حواس، مثلا فرض کنید ادراک، برمیگرده به تمرین. یعنی من داشتم با خودم اینجوری فکر میکردم که به هر حال اون شرایط زمانی و مکانی ممکنه که یه سری آموزه هایی رو به ما بده که ما مثلا فرض بکنید درکمون از یه مطلبی نسبت به آموزه هایی که گرفتیم، حالا محیط خانواده یا مدرسه که میتونه آموزش و پرورش باشه، این بستگی داره که ما توی چه خانواده‌ای، توی چه جامعه‌ای، توی چه مدرسه‌ای و حتی توی چه کشوری، چون ما همش از مرزها صحبت کردیم. من فکر می‌کنم که اگر از این مرز ما بخوایم به مرز دیگه‌ای بریم، ممکنه که اصلا به طور کلی اون به اصطلاح تجربیات ما، آموخته‌های ما متفاوت باشه با هم دیگه. و اینکه حالا دوستان توی صحبتاشون هم فرمودن، من به هر حال داشتم به این فکر میکردم که یه بچه میگن زیر 10 سال شاید آموزش زبان رو بتونه همزمان 5 تا زبان متفاوت غیر از زبان مادریش به اصطلاح بتونه بپذیره و بتونه صحبت بکنه و بفهمه اینا رو. ولی هرچی که اینی که گفتم شرایط زمانی و مکانی، هرچی که این زمان میگذره و این آموخته ها روی هم انبار میشه روی مغز، از سن 15 سالگی 20 سالگی به بعد که میگذره دیگه این قوه درک نمیتونه مثل زمان بچگی باشه. و این من فکر میکنم اون پی و بنمایه‌ای که به اصطلاح در یک جامعه، حالا اون فرهنگی که به بچه از طریق شنوایی، از طریق احساس، از طریق پرسش و پاسخ، خب خیلی جاها هستن که ما میبینیم که در آموزش مثلا به بچه ها
نمیذارن که زیاد پاشونو میگن از مرز خودت نباید زیاد پاتو دراز بکنی. مثلا اگر در مورد فرض بکنید موجودی به نام خدا بخواد زیادی پرسش بکنه، چون هنوز کسی نتونسته ثابت بکنه از نظر علمی وجود چیزی به نام خدا رو، اینه که اون بچه فقط اکتفا میکنه به آموزه های خانواده و احتمالا مدرسه، که معلمم میگه که تو هنوز برات زود این سوالا، هنوز نباید این سوالا رو بکنی، وقتی بزرگ شدی متوجه میشی. اینه که من فکر میکنم بعضی چیزا برمیگرده به تجربیات آدم و یه سری از مسائلم جزء اون تمرین هاییه که از بعد به تولد به افراد داده میشه. اینه که یه سری چیزا هستش همینجور که آقای بیگلر هم گفتن ذاتیه، ولی یه سری از این مسائل هستش که من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به تجربه، آموزش و پرورش و تمرین. حالا نمیدونم که من وارد جزئیات بیشتری شدم یا اینکه به بحث امروز اون میخورد. من هم داشتم فکر میکردم که به فهم و درک ما در واقع از مطالبی که شما گفتید حداقل تا به اینجا این بوده که من فکر میکنم به همینجا هم باید بسنده بکنیم تا ببینیم جلسات بعد چه پیش میاد. ممنونم. عرض کنم که خب این ما الان در یه مرحله هستیم که بگیریم که مثلا مغز آدم یک دستگاهیه که یه در ورودی داره یه در خروجی داره. من فقط از این در ورودی گفتم که چه حسهایی وارد جمجمه من میشه، وارد مغز من میشه، اما به انواعش نپرداختم. اگر که بخوام بپردازیم مسلما مسئله آموزش و حتی انحرافی که مثلا وقتی که بحث مغزشویی رو میکنیم منظورمون چیه؟ یعنی که یه آدمی رو از طریق آموزش داده هایی که میدیم به مغزش طوری این داده ها باشه که این فلان نتیجه رو حاصل بکنه. بنابراین مسئله آموزش و این حرف ها همه وقتی که وارد انواع ورودی های به مغز بشیم قابل بحث هستن و شما درست میگید و اینکه چه نتایجی رو خواهد داد. یعنی ما الان امروز به در ورودی رسیدیم، اگر که مثلا در برنامه بعدی بتونیم به در خروجی برسیم و ببینیم که شما وقتی چیزی رو وارد این سیستم میکنید از اون ور سیستم چی خارج میشه خیلی مهمه. مثلا من یادمه بچه بودم خیلی برام مسئله خدا مهم شده بود، یه فکر کردم این چیه، هرچی هستش مادرم پدرم همه میگن خدا و این حرفا. خلاصه یه روز دل به دریا زدم از پدرم پرسیدم که آما از کجا میفهمین خدا هست؟ هی شما میگین خدا خدا، من هر چی نگاه میکنم این ور خدا رو پیدا نمیکنم. بابام گفتش که ببین این در اتاق رو، من در اتاق رو به من نشون داد، گفتش که این در رو یه کسی ساخته دیگه. گفتم بله خب نجاری آمده مثلا در رو ساخته. گفت خب تو نجاره رو میبینی، نجاره رفته، ولی تو از معلول به علت میرسی. یعنی این علت و معلولی رو اینجوری برای من توضیح داد که خب ما این دنیای بزرگ رو هم میبینیم، این همه چیزهایی که ساخته شده شگفت‌انگیز، اما سازندش رو نمیبینیم. ولی این دلیل نمیشه که سازنده نداشته باشه، چون اینها وجود دارن پس حتما سازندهی وجود داره، ما به اون سازنده میگیم خدا مثلا. خب این آموزشی بودش که داشت به من میداد با تکیه بر این اصل که علت و معلول توی دی ان ای ذاتی مغز من وجود داره و موجب این میشه که من این استدلال رو درک بکنم. در حالی که خب بعدن که کتابای خوندم و فلان رفتم گفتم که لزوماً چنین چیزی نیستش، ولی موضوع بحث امروز ما نیستش. به هر حال خانم شبنم بدری بفرمایید. مرسی، ممنون آقای دکتر. من یاد یه مطلبی افتادم، یعنی هر موقع شاید ساده ترین شکل اگر میخواستن بگن که تفاوت وجود داره بین ادراک
که افراد مختلف از یه مسئله و واقعیت میگفتن خب اگر مثلا عدد شش انگلیسی رو یک فردی روی زمین بکشه بنویسه و از زاویه دید خودش نگاه کنه، بعد فرد دیگه اون سمت وایستاده باشه اون هم از دید خودش نگاه کنه، اون رو نه میبینه و اگر اونها دقت نکنن به اینکه مسئله چیه ممکنه که تا ابد سر این موضوع با هم بجنگن. و خب درک نادرست ممکنه این رو هم واقعا به وجود بیاره و یکی از عواملی هستش که درسته شاید درک متفاوت باعث میشه حالا یعنی منجر میشه به نتایج مثبتی هم گاهی اوقات یا فرهنگ‌های متفاوت هنر و اینها، ولی گاهی اوقات هم میتونه منجر بشه به حتی خشونت‌های بیدلیل نسبت به مثلا یه ایده های متفاوت و یا غیره. حالا اگر از این بگذریم و راجع به مسئله هم نخواهیم صحبت کنیم که بعضی از افراد اصلا بیماری هایی دارن که مرتبط هستش با اختلالات ادراکی، مثلا شیزوفرنی دارن، درک غیر عادی دارن از هر چیزی، اینها رو اگر بخوایم باز در نظر نگیریم، ولی یه سری مسائل رو شاید مدام توی روز حالا روز باهاش برخورد میکنیم هممون. مثلا اینکه یه سگی بخواد بیاد سمت ما، یعنی سمت حالا در نظر بگیریم دو تا فرد مختلف، واقعا اون دو تا فرد یکیشون ممکن در نظر بگیره که اون سگ هیجان زده است و میخواد بازی کنه، اون فرد دیگه در نظر بگیره که این یه تهدیده. یعنی واقعا دیگه اونها دارن هر دو اطلاعات یکسانی رو دریافت میکنن، یعنی محرک های محیطی هر دوشون یکسانه، ولی خب به دلیل اینکه میخوایم بگیم ناخودآگاه و غیر آمدانه اونها این داده هایی رو که دریافت میکنن از محیطشون یا محرک های محیطی رو شاید به طور ناخودآگاه غیر آمدانه مثلا یه چیزهایی رو نادیده میگیرن، یعنی یه داده های رو فیلتر میکنن، یا اینکه بدون اینکه لازم باشه این کار رو بکنن اهمیت مختلفی به داده های مختلف میدن، یعنی تمام داده ها رو با اهمیتی که حالا واقعا دارن در نظر نمیگیرن، یا اینکه مثلا اونها رو با توجه به چیزهایی که آموختن یاد گرفتن با توجه به تجربه های قبلیشون، انتظاراتشون، احساساتشون، ویژگی های شخصیتیشون و یا حتی ژنتیکیشون در نظر میگیرن. برای همین عکس العمل مختلفی هم نشون میدن. یه مطلب دیگه که باز به ذهنم رسید اینکه چقدر ممکنه درکمون با چیزی که حتی شنیدیم مختلف باشه، این مثال بود که این هم واقعا توی تحقیقات اینطور دیده بودن دانشمندا، که اومده بودن یک سری از افراد نشسته بودن و اینها یه داستانی رو براشون تعریف کرده بودن، گفته بودن فردی وارد یه فروشگاه میشه با اسلحه و بعد حالا بخاطر برای دزدی و غیره، و بعد خواسته بودن یه سری سوال طرح کرده بودن از اون افراد، خواسته بودن که بگن مثلا جنسیت اون فرد چی بوده، با اینکه اصلا راجع به جنسیت اون فرد تو این داستانی که تعریف کردن صحبتی نکرده بودن، اکثریت افراد فکر کرده بودن که شنیدن مرد بوده. این تا این حد میتونه حتی چیزی رو که اصلا نشنیدیم یا راجع بهش صحبت نشده رو اینطور در نظر بگیریم به صورت خیلی غیر ارادی که حتی مثلا شنیدیم که مرد بوده. و تمام این مسائل رو میشه حالا در نظر گرفت و راجبش صحبت کرد که آقای دکتر گفتن راجب در برنامه دیگه دقیق تر راجب این موضوع صحبت میکنیم، ولی یه مسئله که به ذهنم رسید حالا امیدوارم بی ربط نباشه ولی ازش این رو خوندم، متاسفانه این رو هم فکر کردم، گاهی اوقات یک سری از افراد فعالای سیاسی شاید به خاطر همین درکی که خودشون فکر میکنن واقعیت
به غیر از مسائل دیگه حتی نمیتونن کنار هم دور یه میز بشینن. این رو برای ما حداقل این نکتهش دردناکه. مرسی، ممنون. بله، عرض کنم که شما در واقع حرف من رو هم تکمیل کردید هم گسترش دادید. یعنی اینکه من فقط بسنده کرده بودم به اینکه یک خبر حسی وارد مغز من میشه و موجب میشه که مغز من یک واکنشی نسبت بهش نشون بده، مثلا خوشش بیاد، نگران بشه، خوشمزه باشه براش، همه حرفا. و این حس آمده از بیرون با این واکنش درونی مغز من با هم قاطی میشن، بعد مسئله علیت هم میاد سوار این مجموعه میشه و میره به ادراک من. شما در واقع بیشتر ورودی ها رو از این حس منفردی که من در عرایز خودم گفتم وسعت دادید و مثلا زاویه دید رو مطرح کردی. اون 6 و 9 که میگفتید بسته بینید که شما نسبت به سوژتون در کجا ایستاده اید. اگر که بخواهیم که شرایطی که موجب میشود درک ما با درک دیگری از یه امر واحدی متفاوت باشه اینقدر زیاده که من فکر میکنم که ما فقط باید بپذیریم که هر آدمی درک خودش رو داره از اون اطلاعاتی که از بیرون دریافت میکنه و بعد بر اساس ساختمان مغز خودش یکی و بعد انباشت تجربه های دیگر که شهرام بهش اشاره کرد، این مسئله انباشت رو البته هفته آینده بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، اینا همه کمک میکنه که من این خبری که به ام رسیده رو به یک شکل خاصی درکش بکنم که با درک شخصی که پلوی من ایستاده متفاوته، اما در این حال یک درک اجتماعی هم وجود داره که میانگین یا مخرج مشترک همه این درک های مختلفی که آدم ها دارن، که خب اون دو سه جلسه دیگه بهش خواهیم رسید. ولی این مسئله مهمیه که شما توضیح دادید که خیلی غیر از یک حس ساده شرایطی که اون حس درش اتفاق میفته هم تأثیر میگذاره رو درک ما از اون ماجرا. خب خانم فرزان، نوبت شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با این موضوع مخصوصا صحبت‌های اخیر شما، فقط میخواستم به این نکته اشاره کنم که میتونه حالا در برنامه‌های آینده هم باز مفصل بهش پرداخته بشه، اما خیلی نکته مهمیه که توجه بکنیم که 10 تا خطای شناختی در واقع واضح برای ذهن وجود داره، خطاهای شناختی ذهن که مثل یک فیلتر عمل میکنه زمانی که اطلاعات و محرک ها وارد ذهن میشه و این فیلتر، این در واقع این خطاها بسته به این که هر کدوم از ماها کدوم یک از این خطاها بیشتر بر ما غالب باشه و ازش استفاده بکنیم، اطلاعات رو از اون مسیر عبور میدیم و اون گونه پروسس میکنیم که درگیر اون خطا هستیم. به عنوان مثال ممکنه که من دارای خطای شناختی این باشم که مثلا در واقع استدلال منطقی بدم به احساسم، یعنی هر احساسی رو بهش یک بار منطقی و لوجیک بدم. اون موقع است که به عنوان مثال میخوام بگم من احساس میکنم که نباید این سفر رو برم و بهش یک بار منطقی میدم و دلایل منطقی میارم که نباید این کار رو بکنم. این احساس اگر منفی باشه من براش دلایل منطقی میارم، اگر مثبت باشه من براش دلایل منطقی میارم. اینجا میگن مثلا تو درگیر خطای شناختی در واقع استدلال منطقی هستی بر احساست، یا مثلا خطای شناختی اینکه مثلا بزرگ نمایی
بزرگ نمایی کردن یک خطای شناختی ذهنیه که یک فردی میتونه درگیر اون باشه. ما دیدیم افرادی رو که مثلا یک موضوعی رو مثلا از یک نخی یک کلافی درست کنن. این خیلی زیاده در همین جریانهای مثلا اینکه رفتار پوپولیستی تو اکتیویستای سیاسی ما بتونیم ببینیم، یا مثلا اینکه بارهای خیلی خاصی میدن به اطلاعات، یعنی ممکنه اون اطلاعات رو کاملا بار حسیش رو عوض بکنن. اینکه ما دارای مثلا تفکر سیاه و سفید خودش یکی از خطاهای شناختی ذهنه که اگر کسی درگیر اون باشه، صفر و صد دیدن یا سیاه و سفید دیدن یا اینکه شما نیمه خالی لیوان رو دیدن، اینها میتونم من مثلا به شما بگم که اگر یک برنامه ما داشته باشیم در رابطه با خطاهای شناختی ذهن، من میتونم کاملا، چون اینو من قبلا تدریس کردم در مورد 10 خطای شناختی ذهنی که میتونه کاملا ورودی و اطلاعاتی که به ذهن ما میاد رو کاملا مخدوش بکنه و از پروسس و پردازش اونها یک چیزهای جدیدی در بیاره که کاملا عوض شده صحبت بکنیم. در واقع این وجود داره که هر آدمی درگیر یک یا چند نوع خطای ذهنی هست، خطای شناختی ذهنی که اون فرد وقتی به اون درگیره، اطلاعات رو با اون در واقع فیلتر و با اون جریان میسنجه و از اون رد میکنه. حالا شما فکر کنید که اگر ما شناخت نداشته باشیم بر این که درگیر چه نوع خطای شناختی ذهنی هستیم و اطلاعات و محرک هایی که از محیط دریافت میکنیم رو پس از پروسس توی ذهنمون بر اساس اون خطاها بخوایم در واقع بازشناسی بکنیم، بازیابی بکنیم و یا در موردش صحبت بکنیم، میتونه چقدر فاجعه بار باشه اگر در یک موقعیت و یا یک مسند خاصی قرار بگیریم. اون موقع ما میتونیم در واقع بر اساس این تحلیل ها بتونیم ارزیابی بکنیم که کدومی که از افراد در جایگاه هایی که قرار گرفتن. من شخصا مثلا میخوام بگم در سیاست، من خودم وقتی اپوزیسیون رو میخوام تحلیل بکنم، یه لحظه خارج از صحبت‌های اون فرد یک ارزیابی میکنم که به نظرم میاد این درگیر کدوم یک از خطاهای شناختیه. شما اگه دقت بکنید، مثلا ما یه فردی مثل آقای خامنه‌ای رو داریم که تفکرش فقط اینه که میاد، من شخصا خودم میذارم این آدم، اینکه همه چیز رو، حتی صریح‌ترین اطلاعات رو، حتی صریح‌ترین مشکلات رو داره یه جور دیگه ای نگاه میکنه بهش و احساس میکنه همه چیز خیلی خوب داره پیش میره و اصلا نمیخواد قبول بکنه. احساس میکنم این آدم درگیر یک خطای شناختی بزرگ ذهنیه که اصلا هرچی هم بهش واقعیت ها گفته میشه، یک جور دیگه ای در واقع دریافت ذهنی میکنه و از اون فیلترهای ذهن خودشه که میاد تحلیل میکنه، یا اینکه همه چیز رو با نگاه دشمن نگاه میکنه. اینا خطاهای شناختی هستش که اگر فرد بیاد در یک مسند رهبری قرار بگیره و از نظر روانی و خط شناختی دارای یک همچین مشکلاتی باشه، ببینید چه فاجعه ای میتونه برای یک حاکمیت به وجود بیاد.